همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها. سالها پس از این گفته های رهبر جمهوری اسلامی، افزایش جمعیت ایران به کمترین میزان تاریخش رسیده. آیا پیر شدن جمعیت خطری برای جامعه ایران است یا واقعیتی که راه حل دارد؟ این سوال من از دو مهمان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، در منطقه مازندران در شهر بابل دیمی هیچ ساخت و سازی توش صورت نمیگیره. من خواهش میکنم اون کلیپ رو که 3-4 دقیقه است در خصوص ملک پخش بفرمایید. ایشون فرمان یه شالیزار ادامه رسیدگی به پرونده فساد در قوه قضاییه. دومین مقام عالی قضایی ایران میگوید تخلفات اکبر طبری برای رئیس پیشین دستگاه قضا محرز نشد. خانواده های قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراین همچنان به دنبال اجرای عدالت. میگویند پیش از هر چیز میخواهند نام عاملان را بدانند. طلای کثیفی که سالانه 2000 میلیارد تومان به جیب سودجویان می‌ریزد. مافیای زباله طرح شهرداری تهران برای ساماندهی دورریزهای پایتخت را تهدید می‌کند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در روزهای اخیر موجی تازه از ابراز نگرانی در میان مقام‌های ایران درباره کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت به وجود آمده. چند مقام هشدار دادند با تداوم وضع فعلی تا 20 سال دیگر ایران به یکی از کشورهای پیر جهان تبدیل می‌شود. اما در شرایطی که ایران درگیر بعضی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تاریخ معاصرش است، چقدر می‌شود به طور دستوری افراد را به فرزندآوری مجبور کرد؟ اساساً چقدر جای نگرانی است؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سیاه و شهر دلان. بیمه تأمین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار. 30 سال دیگر از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 65 سال خواهد بود. اگر پیر شدن جمعیت ایران در آینده خطری است که خیلی ها را نگران کرده، بحران کرونا شدت این نگرانی ها را بیشتر کرده. در ایران یکی از مسئولان گفته تمایل زنها به بچه دار شدن به خصوص از ترس کرونا کمتر شده و حتی باعث شده آمار سقط جنین هم در ایران بیشتر شود. مشوق‌های فرزندآوری در ایران طی سالهای اخیر کم نبودند. بسته بهداشتی درمانی رایگان، هدیه تولد فرزند به مادر، مشوق‌های مالیاتی. خب با ذکر صلوات کبوتران آزاد کنید. اما حالا همین دستاوردهای سیاست تشویق جوانان به ازدواج به خاطر بحران کرونا در حال برباد رفتن است. افزایش نرخ باروری. ایران چند سال است که تغییر مسیر داده، از تشویق به فرزند کمتر تا ترغیب به فرزندآوری هرچه بیشتر. سیاست تهدید نفت، کاری که رهبر ایران میگوید باید از 30 سال پیش شروع میشد. بعد از سال 71 به این طرف باز سیاست رو تغییر میدادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم. کار از اگر و باید گذشته. نرخ رشد جمعیت ایران رو به منفی شدن است و سایه پیری بر سر جامعه سنگینی میکند. اما خیلی ها همچنان معتقدند ایران نباید دنبال افزایش جمعیت باشد. بعضی ها بیم دارند که این باعث خانه نشینی زنها شود. یک جمله کوتاه اگه بخوام این طرح توصیف کنم اینه، در واقع این طرح اینه که زنان نشینند و زایند شیران نر. نگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها و منابع ایران کشش جمعیت بیشتر را ندارد. اما جواب اکثر مردم به این بحث این است: در شرایطی که مشکلات معیشتی بیشتر و امید به آینده کمتر شده، چه کسی می‌خواهد بچه دار شود؟ بعضی ها میگویند ریشه بیمیلی به بچه دار شدن فرهنگی است، چرا که هم کشورهای فقیر با کاهش جمعیت مواجهند، هم کشورهای ثروتمند. این نظر آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم هست که میگوید مشکل ازدواج در سنین بالاست. اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج. خب مشکل در اینجاست که یکی از عوارض ریشه یابی های این چنینی افزایش کودک همسری است که در ایران طی یک سال گذشته 4 برابر شده. اما سیاست‌های کاهش جمعیت هم می‌تواند عوارض نامطلوبی داشته باشد. مثلا در چین، کشوری که مردم فرزند پسر را به دختر ترجیح می‌دهند،
و حالا سیاست تک فرزندی اجباری باعث بروز نسلی از مردان مسن و مجرد و تنها در جامعه شده و میگویند بچه دار شدن مملکت رو فقیرتر و تنگ دستر میکند. ولی در نهایت حتی اگر پرهیز از بچه دار شدن جا بیفتد، شاید با وجود بهبود وضع معیشتی ایرانیان باز هم جامعه از پیر شدن نجات پیدا نکند. سیاوش اردلان، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این زمینه حسین لاجوردی، جامعه شناس و مسئول انجمن پژوهشگران ایران از پاریس با ماست. آقای لاجوردی، 3.5 سال قبل از انقلاب مسئول اجرای پروژه کنترل رشد جمعیت از طرف سازمان ملل در ایران بودند و همچنین حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن دی سی، به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه. آقای لاجوردی، آیا جای نگرانی وجود داره؟ اجازه بدید من اول یه توضیحی رو بدم، برای اینکه در خلاصه گزارش شما آمده که در تاریخ ایرانی هم چیزی وجود نداشته که جمعیت به زیر یک برسه. 140-150 سال پیش جمعیت ایران 0.5%، 0.6% بوده و این به ترتیب آمدیم جلو تا سال 1310، یعنی حدود 70-80 سال پیش جمعیت رشدش به اندازه امروز تقریبا رسیده. ولی از این که بگذاریم، من فکر میکنم که جای نگرانی بسیار برای این که جمعیت اضافه بشه. چرا؟ به این دلیل که ما در حال حاضر توان رسیدگی برای این جمعیت رو هم در اختیار نداریم. یعنی وقتی که شما نگاه میکنید به سر انقلاب که آقای خمینی گفتن ایران اسلام به سرباز نیاز داره و رشد جمعیت ایران 3.9%، یعنی 4% شد، در اون زمان آقای موسوی گفتن که ما افتخار میکنیم که بزرگترین رشد جمعیت جهان رو داریم. ولی این بلافاصله عوض شد، رسیده به آقای خامنه‌ای که میخوان جمعیت افزایش پیدا بکنه. این مجموعه جمعیتی که از صد و چند سال پیش 10 برابر شده، امروز یک معنی داره. آمار جمعیت که معنیش نیست، اینی که جمعیت به چه دردی میخوره، با چه شکلی باید با جمعیت برخورد کرد، چه جوری به جمعیت سرویس داد، اونجا مسئله مطرحه. اگر که بخواد جمعیت از امروز افزایش پیدا بکنه که با بخشنامه امکان نداره، باید شرایط بسیار زیادی رعایت بشه، شاخصهایی که امروز وجود داره تغییر بکنه تا بتونه که ما برسیم به جمعیت بیشتر. ولی واقعیت امر اینه که در قبل از انقلاب، در 3-4 سال قبل از انقلاب که رشد جمعیت ایران 2.9% بود، همه هدف در اون زمان این بود که جمعیت رشدش کاهش پیدا بکنه و رفاه جمعیت و سرویس دهی به جمعیت بالاتر بره. که همه چیز در این 40 ساله گذشته عوض شده، تغییر کرده، هیچ گونه برنامه ریزی وجود نداره و برای آینده هم که میخوان جمعیت کاهش پیدا بکنه، باز هم برنامه وجود نخواهد داشت. آقای قاضیان، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نگرانی مقام ها در ایران نگرانی به جاییه؟ این نگرانی به جا هست، به این معنی که در یک آینده خیلی بلند مدت جمعیت ایران رو به کاهش خواهد رفت و میانه سنی جمعیت افزایش پیدا میکنه، یعنی جمعیت پیرتر میشه. اما در میزان این خطر اولا مبالغه میشه، دوم این که برخی از مشکلات دیگری که فعلا یا در آینده با این جمعیت داریم در قبال این خطر نادیده گرفته میشه. این هر دو مشکل اساسی هستن. هر کدوم از این دو موضوع رو که بخواید من میتونم به تفصیل و با رقم و عدد نشون بدم که چرا مبالغه میشه و چرا در قبال خطرات دیگه کم اهمیت. فهم کنید علت مبالغه مقام ها چیه؟ بخشی از این مبالغه فعلا به خاطر اینه که رهبر جمهوری اسلامی تقاضای چنین چیزی رو کرده و همه کسانی که در این نظام سیاسی زندگی میکنن میدونن که برای تثبیت موقعیتشون یا ارتقاء موقعیتشون باید سر و گوششون به فرمان رهبر باشه. بنابراین بدون اینکه در نظر بگیرن مقتضیات فنی رو، معمولا اون حرف رو دوباره تکرار میکنن و این خطر رو در موردش حرف میزنن و گاهی اوقات حتی آمار رو به گونه جلوه میدن که با این منلیات سازگار باشه، اما حقیقتش اینطوری نیست. مثلا اگر مقایسه های مختلفی رو که انجام شده، مرکز آمار ایران 4 مدل برای باروری پیش بینی کرده و بر مبنای اونها میتونیم نشون بدیم که در 1430 جمعیت چگونه خواهد شد. سازمان ملل هم همینطور سناریوهای مختلفی در نظر گرفته. برای این منظور اگر نگاه بکنید،
جمعیت ایران در سال 1430 بر اساس این مدل‌های مختلف بین 93 تا 128 میلیون نفر خواهد بود، یعنی خیلی بیشتر از جمعیت فعلی. بنابراین جمعیت ایران در میان مدت کم نخواهد شد، بلکه اضافه میشه. همین الانش هم در حال افزایشه، یعنی رشد جمعیت کم شده اما رشد جمعیت منفی نیست. همین الان جمعیت ایران 1.24% رشد داره در سال، معنیش اینه که هر سال 1 میلیون نفر داره به جمعیت ایران اضافه میشه. به همین معنی است که میگم در اندازه این خطر مبالغه میشه و در قبال خطرات دیگه کم اهمیت شمرده میشه. ما الان در بهترین موقعیت جمعیتی کشور هستیم که جمعیت شناسان بهش میگن پنجره طلایی جمعیت، و این پنجره طلایی جمعیت تا 1430 تقریبا ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی چیزی بین 60-70% جمعیت کشور در سنین فعال اقتصادی، یعنی 15-64 سال قرار خواهند داشت. برای این جمعیت چه شده؟ سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه 60 اتفاق افتاده، آگاهانه یا ناآگاهانه، و ما با رشد 3.9% روبرو بودیم. بعد برای این جمعیت چه فکری شد؟ برای آموزششون که مدارس چند نوبته رو بارها تجربه کردن، برای کارشون که امروزه یا چند ساله که ما با رشد منفی اقتصادی روبرو هستیم و بیکاری بالای 10% و حدود 10%. خب برای جمعیت اگه برای آموزش و بهداشت و محیط زیستشون و آب و غذاشون فکر نشه، سیاست‌های رشد جمعیت به چه کار خواهد اومد؟ اگر 30 سال قبل که این سیاست‌ها بود الان به کار اومده و این جامعه و حکومتش تونسته برای اونا آب و غذا و محیط اجتماعی مناسب و کار و آموزش و بهداشت فراهم کنه، خب بله میشه این سیاست رو ادامه داد. آقای داشبردی، به هر حال همونطور که آقای قاضیان هم اشاره کردن، مسئله پیر شدن جمعیت معضلیه که بسیاری از کشورها نگرانش هستند. ایران در شرایط کنونی با معضل پیر شدن جمعیت باید چیکار کنه؟ ببینید، بحث پیر شدن جمعیت رو باید به یک شکل دیگه نگاه کرد، که اگر که جمعیت به طرف سالخوردگی میره، همونطوری که به هر حال توی گزارش هایی که از ایران میاد، ایران میتونه در 30 سال آینده یکی از کشور پیر جهان باشه، ولی باید دید که از امکاناتی که این سالمندان میتونن استفاده بکنن چیا هست. به عنوان مثال من خدمتتون بگم، در حال وقتی که سن افراد بالاتر میره، نیازهای درمانی، جسمانی، همه اینها زیادتر میشه. به این معنا نیازمند یک سری امکانات درمانی مثل تخت بیمارستان هستن. امروز در دنیا برای این کشورهایی که سالمندان بیشتر دارن، هر 1000 نفر 5 تخت بیمارستانیه، در حالی که این اگر در ایران امروز نگاه بکنیم با جمعیتی که ممکنه افزایش پیدا بکنه در 20 سال آینده 20 میلیون نفر اضافه بشه، ما میبینیم که در شهرهای بزرگ حدود 2.7% در شهرهای کوچیک 1.5% و در بسیاری از استانهای کشور که استانهای محروم هستند، مثل بلوچستان، مثل کردستان، مثل لرستان، مثل کوکیلویه، اینها بسیار از نظر این مشکلات رنج میبرن. ولی بحث اصلی تر اینه که ما در کشورهایی که زندگی میکنیم، در این کشورهای پیشرفته، من در همین فرانسه‌ای که زندگی میکنم، برای یک بچه‌ای که به دنیا میاد امکان تولد رو فراهم میکنن برای مادر، بعد بحث تغذیه رو مطرح میکنن، بعد بحث کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه، و در نهایت امکان اشتغال رو فراهم میکنن. ما همینطوری وقتی که میگیم جمعیت کم بشه یا زیاد بشه، پیرتر میشه یا پیرتر نمیشه، هیچ چیزی رو حل نمیکنه این قضیه. به این معنا من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم یک برنامه مدون، برنامه‌ای که پایه جمعیتیش شکل گرفته باشه برای شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های بهداشتی، شاخص‌های مسکن غیره و غیره، اون وقت میتونیم در مورد این که آینده سالمندی تو ایران چه خواهد شد بیشتر صحبت بکنیم. من باور ندارم که در حال حاضر از تجربه 40 سال گذشته جمهوری اسلامی کوچکترین برنامه‌ای که به نتیجه رسیده باشه در این 40 سال گذشته ایجاد شده باشه. هر برنامه‌ای که شده با نتایج تلخی مواجه بوده، من جمله آقای خمینی در رأس انقلاب، آقای خامنه‌ای در این چند سال گذشته که بیاناتی رو اشاره می‌کنن که باید جمعیت کاهش پیدا بکنه. چه جور باید کاهش پیدا بکنه؟ افزایش پیدا بکنه منظورتون؟ باید کاهش پیدا بکنه، باید انگیزه به وجود آورد. افزایش فکر می‌کنم منظورتونه. تحصیلات بانوان بالا میره، طبیعتاً رشد جمعیت کمتر میشه، به دلیل شاخصایی که برای اونها مطرحه، برای بچه‌هایی که میخوان بزرگ بکنن.
آقای قاضیان، اشاره کردن آقای لاجوردی به میزان تحصیلات زنان. بسیاری معتقدند که اساساً به دلیل اینکه خواستگاه اجتماعی بسیاری از زنان تغییر کرده، سن ازدواج بالاتر رفته، تمایلات جامعه برای فرزندآوری کاهش پیدا کرده. با تغییر سیاست و اقدامات دستوری آیا میشه خانواده ها رو مجبور کرد که به فرزندآوری بیشتر روی بیارن؟ به طور کلی برخلاف سیاست‌های افزایش جمعیت، سیاست‌های کاهش جمعیت تقریبا در هیچ جای دنیا موفق نبود. لااقل در سطح ملی موفق نبوده. ممکنه در برخی از گروه‌های اجتماعی موفق بوده. مثلا مثل کسانی که زندگی فقیرانه‌تری دارن و مایلن از اون مشوق‌های مادی سیاست‌های افزایش جمعیت استفاده بکنن و در میان اون خانواده‌ها ممکنه با افزایش جمعیت روبرو بشه. اما در سطح ملی معمولا موفق نبوده. دلیلش هم خیلی روشنه. ما یک تئوری نظریه انتقال جمعیتی داریم که نشون میده همه جوامع سه تا مسیر رو طی میکنن و مسیر آخرشون که ما در حال طی کردن اون مسیر هستیم این است که هم باروری کاهش پیدا میکنه، هم نرخ مرگ و میر، بنابراین رشد جمعیت خیلی اندک خواهد بود و به این ترتیب باربر، یعنی معنیش اینه که باروری در مقدار نسبتا پایین خواهد بود. جامعه ما الان در همین وضعیته. ما مثلا از یه باروری حدود 5 نفر باروری کل برای هر زن، یعنی میزان تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره بارداریش به دنیا میاد، از مثلا 50 سال قبل که حدود 5 نفر بوده الان رسیدیم به حدود 2.1 نفر آدم که تقریبا چیزی معادل نزدیک به اندازه جانشینی جمعیت. خب این تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی عینی بوده و هم تحت تاثیر تغییرهای ارزشی در زمینه ارزش‌های خانوادگی و فردی. هیچ کدوم اینا نشون دهنده این نیست که به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که افزایش جمعیت ممکن باشه. شما اوضاع مادی و اقتصادی رو نگاه بکنید با این وضعیت بیکاری، با وضعیت تورم و مهمتر از اون نبود امید برای بهبود زندگی اجتماعی در این جامعه. چه تصوری ممکنه افراد داشته باشن که مشوق داشته باشن برای که جمعیتشون رو اضافه بکنن؟ ممکنه مشوقهای مادی به صورت کوتاه مدت و برای خرید یک آینده اونا رو وادار کنه که جمعیت خانوادهشون رو افزایش بدن، ولی این در یه سطح محدودی میمونه، کمون که در این چند سالی که مشوقها اومده محدود مونده. ارزش‌های خانوادگی هم تغییر کرده. وقتی از مردم پرسیده شده که چه تعداد فرزند میخوان، الان تعداد فرزندانی که میخوان خیلی کمتر از گذشته است، چون ارزش‌های فردی و فردگرایانه رشد کرده. آدما میخوان بیشتر به خودشون برسن، به کیفیت زندگی، و کمتر میخوان خودشون رو وقف به دیگران بکنن. به علاوه معیارهای زندگی یا کیفیت زندگی اون بچه‌هایی هم که میخوان به دنیا بیارن ارزشش تغییر کرده. ارزش آموزش، ارزش بهداشت و کیفیت زندگی اونها هم تغییر کرده، بنابراین محتاج منابع بیشتری است، در حالی که جامعه منابع کمتری الان در اختیار آدم ها قرار میده. بنابراین هم شرایط عینی هم شرایط ذهنی در حال حاضر برای افزایش جمعیت مناسب نیست. نتیجهش رو هم عملا در کاهش نرخ باروری همونطوری که گفتم کاملا مشاهده میکنیم و در آینده بعید است که چنین تغییراتی رخ بده. متشکرم. حسین قاضیان جامعه شناس و حسین لاجوردی جامعه شناس. امروز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق رئیس قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی برگزار شد. اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد، به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم شده. غلامحسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده او گفته تخلفات اکبر طبری برای رئیس پیشین دستگاه قضا و معاونانش از جمله خود او هرگز محرز نشده و از حد شایعه فراتر نرفته بود، وگرنه به گفته آقای ژئی حتما اقدامی صورت می‌گرفت. مریم افشان گزارش می‌دهد. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای طبری و دادگاهی دیگر از پرونده 16000 صفحه‌ای. اکبر طبری، مدیر کل امور مالی و معاون سابق اجرایی ریاست قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی، متهم است به دریافت رشوه‌های کلان، فساد، پولشویی و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی. این پرونده 61 متهم دیگر دارد. یکی از آنها مصطفی نیازآذری، متهم به فساد اقتصادی در سال 90 است که با دخالت اکبر طبری آزاد و به خارج از ایران رفته. قاضی پرونده به نقل از ابوالقاسم ماهوتی میگوید در زمان دستگیری متهم مصطفی نیازآذری و صدور قرار وثیقه 500 یا
ایشون اینجور گفتن 500 یا 600 میلیارد تومانی خانوادهش به دنبال وثیقه بودن، یعنی خانواده آقای نیازآذری، و بعد با طبری تماس میگیره و پس از ملاقات با بازپرس پرونده طبری میگوید 1 میلیارد ریال پول نقد تهیه کن و داخل کیسه بگذار و به بازپرس بدهد. و آقای جهانیان یکی از کارمندان نیازآذری میگوید 1 میلیارد تومان فراهم و شخصا به بازپرس پرونده میده. خب در این خصوص کذبه. اتهامات دیگری هم در دادگاه و در رابطه با مصطفی نیازآذری مطرح شد، از جمله دریافت رشوه. شامل 5 قطعه زمین واقع در بابلسر می باشد. اتهامی که اکبر طبری آن را رد می کند. آیه مصطفی نیازآذری که اتفاقا از فعالین اقتصادی کشور در زمینه پرتوین هستند به عنوان مفسد اقتصادی متواری نام برده شده. این زمین زراعی دیمی به همراه یک دسته ساختمان نیمه کاره ایداسی در آن از بابت بازگرداندن حساب 1.5 میلیارد تومان طلب 12 سال قبل این جانب از همشهری و هم محلی زادگاه خود یعنی از آقای نیازآذری بوده. مستظر هستید که زمین کشاورزی در منطقه مازندران در شهر بابل دیمی هیچ ساخت ساز توش صورت نمیگیره. خواهش میکنم اون کلیپ رو که 3-4 دقیقه است در خصوص ملک پخش بفرمایید. ایشون فرمان که شالیزار متری 2000 تومان هم نمیخواد. کاملا مساله از مساله درجه دو. بخش دیگر دادگاه مربوط به املاکی بود که از شخصی به نام بهرام حیدری فر به نام همسر اکبر طبری ثبت شده است. از طرفی خانم شیر محمدی همسرتون در مورخه 2/5/98 نزد بازپرس اظهار داشت آقای بهرام حیدری فر رو نمیشناسه. بله که نمیشناسه. و هیچگاه من نمیشناسم تو اون بشناسه. هیچگاه برای تنظیم سند دفترخانه مراجعه نکرده است. بله که من رفتم. در این خصوص چطور ممکنه؟ خب ایشون من وکالت داشتم ازش. من از خانم خودم سال 88 وکالت داشتم. برابر نظریه اداره تشخیص هویت ناجا آثار انگشت منتسب به همسرتان که در ذیل وکالتنامه‌های تنظیمی در دفترخانه 718 تهران با اثر انگشت وی مطابقت ندارد. بله. یعنی تایید نشده که همسرتون اومده اونجا وکالتنامه بنام. اون اینا نیست. اونا این نیست. اونا این نیست. در حالی که آثار آقای رئیس انگشت ذیلین اسناد با آثار انگشت شما مطابقت دارد. علت پنهانکاری شما در این خصوص چیه؟ توضیح ندادید. چی؟ علت پنهانکاری شما در این خصوص. پنهانکاری نکردم. توضیح ندادید. برای چی پنهان کردم؟ وقتی به نام خودم کردم پنهان کردم. همسر شما مالک این پنجت است اما اطلاعی نداره اصلا. این چه پنهانکاریه؟ ابهامات در این پرونده با توجه به حجم اتهامات و تعداد زیاد متهمان زیاد است. اکبر طبری هم در این دادگاه و هم در دادگاه‌های دیگر همه اتهامات خود را رد کرده و گفته 20 سال صادقانه به قوه قضاییه خدمت کرده و اتهامات وارده به خود را پرونده سازی و افترا خوانده. پرونده‌ای که نام‌های سرشناسی در قوه قضاییه چون غلامرضا منصوری و بیژن قاسمزاده در آن مطرح است و حتی بعضی اصولگرایان خواهان پاسخگویی رئیس سابق قوه قضاییه در برخی نکات این پرونده شدند. مریم افشنگ، بی بی سی. امیر مقدم، مدیر روابط عمومی و رابط پارلمانی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری دولت اول حسن روحانی از پاریس با ماست. آقای مقدم، از قوه قضاییه که درش یکی از مدیران ارشدش امروز با چنین اتهام‌های گسترده‌ای روبرو هست، میشه انتظار داشت که واقعاً به دنبال اجرای عدالت باشه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تشکر از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من معتقدم کل اون چیزی که در جریان هستش یک نمایش هستش به 3 دلیل. یک، تمام کسانی که تا به امروز دستگیر شدن یا ذیل پروژه لاریجانی زدائی قابل تحلیل هستند یا دونپایه‌های دولتی هستند
یا مفسدینی هستند که سالهای طولانی بدون ملاحظه بی‌پروا مشغول غارت، مشغول زد و بند، مشغول فساد اقتصادی بودند که عدم برخورد با اونها به جست فساد ستیزی قوه قضاییه طعنه می‌زده. و باز معتقد هستم که در همین هم موفق نبودن. شما ببینید که حکم قطعی آقای حسین فریدون رو نتونستن اجرا بکنن. بسیاری از کسانی که با تبلیغات زیاد دادگاهشون برگزار شد، مثل هادی رضوی، 2 ماه 3 ماه حدوداً زندان رفت و به بهانه کرونا آزاد شدن. کسانی مثل عمار صالحی، پسر سرلشکر صالحی، اصلا همون 2-3 ماه چند ماه زندان رو هم نرفت. دیگرانی مثل داماد وزیر اطلاعات رسما متهم به فساد هستن، اصلا احضار نشدن. دیگرانی هستن که خلاصه اعلام شد در پرونده های مختلف احضار شدن، ولی هیچ اطلاع رسانی و شفاف سازی از نتیجه احضارشون صورت نگرفت. مثل آقای خسرو تاج در فساد ثبت سفارش خودرو، مثل آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی. و میخوام اضافه بکنم که در همین دادگاه آقای طبری 2 ضلع اصلی فساد هم غایب هستن، آقای آملی لاریجانی و آقای ناطق نوری. این 2 نفر رسما و به دفعات در همین دادگاه ها متهم شدن به ابعاد درگیر بودن در ابعاد فساد آقای طبری. اینها هم غایب هستن. با هیچ، من معتقد هستم فساد در جمهوری اسلامی به صورت ساختاری نهادینه شده، حتی فساد سیستماتیک نیز غارت سیستماتیک هستش و به اصطلاح با هیچ دانه درشت واقعی تا به امروز برخورد نشده. زمینه برخورد هم وجود نداره. در همین قوه قضاییه شما ببینید که آقای محسنی اژه‌ای خودش در معرض اتهام هستش، آقای منتظری دادستان به صورت خانوادگی در معرض اتهام هستند. واقعا چه انتظاری میشه از قوه قضاییه داشت برای برخورد با فساد؟ اشاره کردین به صحبت‌های با آقای محسنی اژه‌ای. آقای محسنی اژه‌ای امروز گفته که برای او اتهاماتی که متوجه اکبر طبری بوده محرز نشده. بسیاری از فعالان سیاسی این مسئله رو مطرح می‌کنند که بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری به زندان می‌افتند در حالی که هیچ اتهامی محرز نشده، اما در رابطه با اکبر طبری امروز آقای اژه‌ای میگه که به ما این اتهامات محرز نشده. چقدر قابل قبول این حرفا برای شما؟ اصلاً قابل قبول نیست. خدا آقای اژه‌ای علاوه بر این پرونده، به لحاظ پرونده آقای خاوری رسما در معرض اتهام هستش. از آقای طبری حدود 20 سال در قوه قضاییه مشغول به کار بوده. اینکه خلاصه به این واضحی این اتهامات اتفاق افتاده، میگن که اتاق ایشون کنار اتاق آقای آملی لاریجانی بوده، اصلا قابل قبول نیست. آقای مقدم، به هر حال ادعای معتقدند که با هر دلیلی که این دادگاه ها اتفاق بیفته، چه تصفیه حساب سیاسی، چه عدالت خواهی، اصل این که به هر حال بخشی از فسادها مطرح میشه، به این شکل در رسانه ها راجبش صحبت میشه، اتفاق بدی نیست. حتما همینطوره. حتما این که مردم چیزی رو از این جهت مردم میدونن در قوه قضاییه و در ساختار جمهوری اسلامی هیچ زمینه ای و هیچ توانی برای اصلاح وجود نداره. یعنی شما ببینید همین آقای قهرمانی که به عنوان نماینده دادستان بسیار پرسر و صدا داره علیه فساد جست میگیره، مطرح شده که خودش در معرض فساده. البته تکذیب کردن، ولی به هر حال اتهاماتی در ارتباط با خود ایشون هم مطرح هستش. از این جهت خوبه که من فکر میکنم همه مردم متوجه بشن هیچ نیرویی و هیچ زمینه‌ای برای اصلاح و برای فساد ستیزی در ساختار فاسد جمهوری اسلامی وجود نداره. فکر میکنید چه اشکال ساختاری وجود داره که باعث ادامه چنین فسادهایی در سطوح مدیریتی و مقامات میشه؟ چی باعث میشه که به طور ساختاری ریشه‌کن نمیشه این مسئله؟ همه مقامات به نوعی درگیر کار اقتصادی هستند. ما در دولت مواجه بودیم، هر کدوم از مقامات رو شما در همین شبکه‌های رسمی و در دسترس مرتبط با شرکت‌ها شما بررسی بکنید، متوجه میشید که ده‌ها شرکت خانوادگی و اخماری دارن. یعنی در قوه قضاییه فرزندانشون درگیر کارهای اقتصادی غیر شفاف هستن. از صدر تا زیر جمهوری اسلامی همه کسانی که مقام رسمی دارن، مقام دولتی دارن، در سه قوه مجلس، دولت، نهاد ریاست جمهوری، درگیر کار کلان اقتصادی غیر شفاف، غیر پاسخگو هستند. خب مشخصه در چنین ساختاری انتظار برخورد، انتظار فساد ستیزی، انتظار شفافیت، انتظار ساده لوحانه است.
متشکرم. امیر مقدم، اضافه بکنم که اسامی که در این گفتگو ذکر شد، اگر که توضیحی خواستند، همیشه بی بی سی فارسی استقبال میکنه که توضیحات این افراد رو هم بشنوه. و اما انجمن خانواده های جانباختگان پرواز با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین اعلام کرد که پیگیر اجرای عدالت و معرفی عاملان سقوط این هواپیمای مسافر بریست. این انجمن همچنین ایران را به همکاری نکردن در تحقیقات متهم کرده و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته تا حکومت ایران را برای تغییر رفتار تحت فشار بگذارد. بیش از 5 ماه پیش یک هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین لحظاتی بعد از برخاستن از فرودگاه تهران با موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. تصاویر بعضی از قربانیان این پرواز بود که در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین انجمن خانواده های جانباختگان پخش شد. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش رو در سرنگونی این هواپیما از دست داد از تورنتو، با ماساق اسماعیلیون خوش آمدید به برنامه. در ابتدا راجع به کنفرانس مطبوعاتی تون بگید، در این کنفرانس چه گفتید و چه خواستید؟ کنفرانس مطبوعاتی ما امروز برگزار شد با اهداف مشخصی که داشت، بیشتر برای معرفی انجمن به جامعه کانادا و رسانه‌های انگلیسی زبان بود و همچنین معرفی وبسایتمون PS752justice. و ما در واقع یک شرح حالی از واقعه دادیم که چه اتفاقی افتاد و بعد سوالاتمون رو مطرح کردیم و درخواست هامون رو هم در پی اون آوردیم و بعد هم به سوالات خبرنگاران جواب دادیم. آقای اسماعیلیون، امروز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرده که ایران به زودی قرار جعبه سیاه رو به فرانسه تحویل بده. آیا شما خبر دیگه ای دارید اضافه بر این؟ چیزی هم که من شنیدم از رسانه ها همینه. من شنیدم که در واکنش به کنفرانس خبری امروز ما بوده، ولی باید منتظر بمونیم در ساعت آینده آیا خبر دیگه منتشر میشه یا نه. آیا شما راضی هستید از میزان فشاری که دولت‌های کانادا و اوکراین و اساساً جامعه بین‌الملل بر ایران وارد کردن در رابطه با این پرونده؟ اگر بگم رضایت دارم جواب درستی ندادم، یعنی جوابم مثبت نیست، ولی در واقع ما باید در کنار دولت‌های کانادا و اوکراین بایستیم، برای اینکه ما از روز اول هم گفتیم که جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد و این رو هم در 160 روز گذشته ثابت کرده. و چیزی که هست، در اون چیزی که من به عنوان یک بازمانده میدونم و سایر خانواده ها، اینه که این یک رابطه کشور با کشور هست و کشورها و دولت ها این قدرت رو دارند که جمهوری اسلامی رو به دادگاه، به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرن. سخنگوی قوه قضاییه روز 20 خرداد از بازداشت 6 نفر در رابطه با این پرونده اطلاع داد. شما خبر دارید آیا این 6 نفر چه کسانی هستند؟ اصلا اطلاعی به خانواده ها داده شده؟ مطلقا اطلاعاتی به خانواده ها داده نشده. یک بار میگن 6 نفر، یک بار 3 نفر، 4 نفر، و حتی یک بار که نماینده مجلس گفت که هیچ کس بازداشت نیست. هر چیزی که ایران گفته در 6 ماه گذشته، در 160 روز گذشته، آغشته به دروغ بوده و ما هم همیشه این رو به دول درگیر اعلام کردیم و برای همین هم انتظار داریم که هر چه سریع‌تر به این بازی جمهوری اسلامی پایان داده بشه.
انتظار دارید که قدم بعدی چه باشه؟ جامعه بین الملل چطوری میتونه از این حرکت عدالت خواهانه شما حمایت کنه؟ ما یه تحقیقات مستقل و بیطرفانه میخوایم. این حق ماست. کاری که ما کردیم، ما فقط یک بلیط هواپیما خریدیم، ولی کاری که با ما شده، جنایتی که در حق ما شده، اصلا توسط نمیدونم هیچ انسانی نمیتونه این رو بپذیره، هیچ انسانی نمیتونه با این کنار بیاد. و ادامه دادن به دروغ پراکنی، به دادن اطلاعات نادرست، همه رو خسته کرده. من مطمئنم دولت کانادا هم بسیار خسته شده از این رفتار و به هر حال تبعاتی خواهد داشت و یک مهمترین تبعات آن میتونه رفتن به دیوان بین‌المللی دادگستری باشه. و در چه مرحله هست این اقدام شما؟ این پرونده باید شکل بگیره، یک پرونده کیفری باید شکل بگیره در کشورها. در اوکراین من میدونم که شکل گرفته، امیدوارم در کانادا هم به زودی اتفاق بیفته. ما هفته آینده با وزیر امور خارجه یک کانادا دیدار داریم و به طور رسمی یک درخواست، یک برنامه مشخص رو خواهیم کرد که وضعیت این پرونده به صورت زمان بندی شده مشخص بشه، چون ما دیگه بیش از این نمیتونیم صبر کنیم. متشکرم. حامد اسماعیلیون. دادگاهی در جزایر دماغه سبز در غرب آفریقا اعلام کرده که الکسا بازرگان کلمبیایی لبنانی تبار تا 40 روز در بازداشت میماند تا درخواست استردادش به آمریکا بررسی شود. آقای سبز در آمریکا به پولشویی و دور زدن تحریم ها به نفع دولت ونزوئلا متهم شده. او که تابعیت آمریکایی هم دارد، 2 روز پیش از سفری به ایران بازمیگشت که هواپیمای شخصیش برای سوختگیری در دماغه سبز فرود آمد و بازداشت شد. اطلاعات بیشتر در گزارش مهدد فرامد. بارانکیا و کارناوال معروفش، شهری در ساحل شمالی کولومبیا لب مرز ونزوئلا. الکس صعب اینجا به دنیا آمد. اسمش البته الکس نیست، علیست. از خانواده‌ای شیعه، از نسل مهاجران لبنانی که پیشینه بیش از 100 سال در این شهر دارند، اما پیوندشان با میهن اصلی همچنان پا بر جاست. علی صعب که دوستانش رشید صدایش می‌کنند، کارنامه تجاریش را در همین شهر با فروش جاسویچی آغاز کرد. 25 ساله بود که ندای سرزمین اجدادی او را طلبید و به لبنان رفت. در بحبوحه مبارزات حزب الله با اسرائیل برای آزادسازی جنوب لبنان، تخصصش شناسایی و رهگیری بود. با خروج اسرائیل از جنوب لبنان و اعلام پیروزی حزب الله، علی صعب به آمریکا کوچ کرد. پس از 5 سال شهروندی آمریکا را هم گرفت. در آمریکا لباس کار می‌فروخت، اما مسئولان اطلاعاتی آمریکا می‌گویند در واقع برای حزب الله کار می‌کرد. نه تنها در آمریکا، CIA رد فعالیت‌های او را از همان سال‌ها در ترکیه و سفرهایش به سوریه و دیدار با مسئولان اطلاعاتی سوری هم گرفته است. کسب و کار اصلی علی یا الکس صعب با تحریم ونزوئلا در دوران هوگو چاوز آغاز شد. با ارتباطاتی که برایش در ونزوئلا دست و پا کردند، با دور زدن تحریم‌ها هم به نفع دولت ونزوئلا کار کرد، هم سرمایه‌داری ثروتمند شد، صاحب قصری با شکوه. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. این نمایی از الکس صعب است در نشست بزرگان اقتصادی ونزوئلا با حضور نیکولاس مادورو رئیس جمهور. ظاهر فعالیت تجاری الکس صعب در ونزوئلا دچار فقر و تحریم، واردات و فروش خانه‌های پیش ساخته بود. اما پس پرده او در واردات غذا و خرید و فروش نفت هم فعال بود و داد و ستدهای دیگری در گستره‌ای از هنگ کنگ تا مکزیک. سرانجام در زادگاه خودش کولومبیا بود که تشتش از بام افتاد. نامش در ارتباط با پولشویی و دور زدن تحریم و زد و بند با کارتل‌های مافیا در رسانه‌ها مطرح شد. کار به دادگاه و صدور حکم بازداشت کشید. پرونده به آمریکا هم رفت.
آنجا هم نامش را پارسال در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با حزب الله گذاشتند و به پلیس جنایی بین‌الملل دادند تا کارت قرمز برایش صادر کند. في هذا السياق اشار مسؤولون امریکیون بدیهی است وقتی نام حزب الله و ونزوئلا و نفت و تحریم کنار هم بیاید نام کشوری هم وسط است که همین اخیراً پیروزمندانه اعلام کرد که به ونزوئلا سوخت فرستاده است. ایران. پس از رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا بود که الکس یا همان علی صعب وقتی هواپیمای شخصیش در این جزیره دلانگیز آفریقایی فرود می آمد تا سوخت بگیرد، تصور نمی کرد در کشور دماغه سبز که قرارداد استرداد مجرمین با آمریکا ندارد، آمریکایی ها در کمینش نشسته باشند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. اصلاح کنم که آقای صعب در راه رفتن به ایران بازداشت شد، نه در راه بازگشت. اما رئیس شورای شهر سنندج در استان کردستان ایران در نامه به رئیس جمهوری نوشته درباره شیوع دوباره کرونا در این منطقه هشدار داده و گفته اگر وضع به همین شکل ادامه داشته باشد ماه آینده ماه عزاداری در سنندج خواهد بود. در چند روز گذشته آمار مبتلایان در این استان به شدت افزایش یافته. ژیار گل وضعیت سنندج را دنبال کرده. شیوع وسیع ویروس کرونا در استانهای مرزی ایران. در سنندج مرکز استان کردستان این ویروس به شدت در حال گسترش است. بیمارستان توحید سنندج به بیماران ویروس کرونا اختصاص داده شده است. بیمارستان توحید کردستان. یکی از شهروندان در این ویدیو از کمبود تخت شکایت میکند. ساعت 8 صبح اینجا اومدیم. حالا ساعت 8 شبه. هنوز تخت خالی برای بستری کردن مریضمون پیدا نشده. در یک ساعت گذشته 10 مریض کرونا اینجا اومدن. چیزی که من داخل بیمارستان ها دیدم وحشتناکه. اکثر اتاق ها پر شدند. نیاز به تأسیس بیمارستان صحرایی در کردستانه. پزشکا و پرستارا خیلی خستند. لطفاً در خونه بمونید. در اوایل امسال که ویروس کرونا در قم، تهران و شمال ایران شیوع پیدا کرد، مردم این منطقه فاصله اجتماعی را رعایت کردند. در خانه هایشان ماندند. اما پس از مدتی این فاصله کم شد. بازگشت مردم به بازارها و خیابانها فرصتی برای شیوع ویروس کرونا بود. در تعطیلات نوروز که قرنطینه کامل حاکم بود، چنین وضعیت آمار بالایی نداشتیم، ولی الان آمار به شدت بالا رفته و نگرانی مردم بسیار بالا رفته. خیلی ها را میبینیم که به هر حال فامیلشون در خانوادهشون در مکانهای عمومی حضور پیدا کردن و مبتلا شدن و بیمارستان ها هم ظرفیت ندارن و بیشتر توصیه میکنن که مردم خودشون در خانه هاشون برن خودشون رو معالجه کنن. هنوز آمار دقیقی از تلفات ویروس کرونا در این منطقه ارائه نشده است. جلال شریعتی رئیس شورای شهر سنندج در نامه‌ای خطاب رئیس جمهوری ایران از کمبود امکانات و پرسنل بیمارستانی نوشته و هشدار داده اگر این وضع ادامه پیدا کند ماه آینده ماه عزا برای سنندج خواهد بود. او به رئیس جمهوری ایران توصیه کرده که با اتکا به علم و تدبیر به دور از سیاسی کاری و پنهانکاری برای مهار کرونا اختیارات را به نمایندگان دولت در استانها واگذار کند. هر روز بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این منطقه افزوده می شود. یکی از آنها عزیز ساخرایی از شهرستان جانروز. او هم به این ویروس مبتلا شده است. ژیار گل، بی بی سی. بر اساس گزارش ها از ایران آتش سوزی در نقاط مختلف جنگل های زاگرس مهار شده ولی در بعضی از نقاط دیگر زبانه می کشد. از جمله در ارتفاعات شمال شهر یاسوج که داوطلبان برای کمک به خاموش کردن آتش به آنجا رفتند. یک داوطلب مردمی از اول گزارشی با هم ببینیم. دوستان امروز سه‌شنبه 27 خرداد الان ساعت 5:40 دقیقه هستش. ما تقریبا 100 متری با آتش فاصله داریم. اینجا منطقه پریکدون محور یاسو شیرازه. تقریبا نگاه کنید حدود 1 کیلومتری آتش سوزی با روستا
فاصله داره. آتش داره به سمت پایین حرکت میکنه. بخش بالایی رو فکر کنم نیروهای منابع طبیعی حضور دارن. این قسمت آتش به شدت داره گسترش پیدا میکنه. ما امروز در نقاط مختلفی آتش سوزی داشتیم توی شهرستان بوی رحمت. آبشار یاسوج، کوههای بالای آبشار یاسوج آتش گرفته بود. فعلا کنترل شده ولی هنوز آتش وجود داره. تنگ سریز شدت آتش سوزی بالاست. هنوز کنترل نشده. جندیخوری در بخش پاتاوه هم آتش سوزیش فعاله. امیدوارم که مردم و نیروهای کمکی بتونن این آتش سوزی ها رو خاموش کنن. یک داوطلب مردمی از یاسوج به ما پیوسته. خوش آمدید به برنامه. آخرین وضعیت آتش سوزی چیه؟ عرض حضوری برم خدمت شما. والا امروز متاسفانه همونجوری که در گزارش آمده بود در مناطق مختلفی از شهرستان ما آتش سوزی داشتیم. در 5 نقطه فعال بود. ابتدا از آبشار یاسوج با کوههای بالای آبشار یاسوج شروع شد و بعداً نقاط مختلف دیگه همزمان آتش سوزی بلند شد، از جمله فریدپدون در 15 کیلومتری یاسوج در جاده یاسوج شیراز. همزمان ما گزارش هایی رو داشتیم از تنگ سریز و یه تنگه بسیار زیبا و گردشگریه. اونجا هم شدت آتش سوزی بالا بود و خوشبختانه توسط نیروهای مردمی و منابع طبیعی شهرستان تاکنون کنترل شدن، ولی خب نمیشه ما بگیم که اینا دیگه تموم شدن، ولی باید نیروهای اونجا حضور داشته باشن چون تنه درخت آتش میگیره و متاسفانه امکانات کافی برای اینکه اینا خاموش بشن وجود نداره. فقط از گسترش آتش جلوگیری میشه و هر لحظه امکان داره در نقاط دیگه شروع شه. همچنین ما از بخش پاتاوه هم امروز گزارش هایی داشتیم از آتش سوزی در جسته نقطه که سریعا کنترل شد. شما خودتون چطوری تلاش میکنید برای اطفای حریف؟ والا اون که هست ما در کانال ها و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست وقتی خبرهایی رو میشنویم و جوری باشه که بتونیم خودمون رو به منطقه برسونیم سعی میکنیم با همین تجهیزات و امکانات اولیه که داریم خودمون رو برسونیم. معمولا سعی میکنیم با شاخه درختان، معمولا شاخه درخت بادام کوهی، ما معمولا سعی میکنیم این آتش سوزی ها رو یه جوری وقت خودمون میرسونیم من خاموش کنیم. حالا کفش مناسب و وسایل کوهنوردی مناسب اصلا واقعا وجود نداره. وضعیت گونه های گیاهی اونجا چطوره؟ ببینید مناطقی که وجود دارن در حوزه کوههای دنا میشن. ببینید اینجا تنوع گونه های گیاهی و جانوری زیادی وجود داره. ما هفته قبلی همین هفته تقریبا یعنی 5-6 روز قبل ما گزارش هایی از آتش سوزی در منطقه منک شهرستان دنا داشتیم. همچنین منطقه حفاظت شده میمند در شهرستان دنا که دارای تنوع گونه های گیاهی فراوانی وجود داره، اونجا هم آتش سوزی گزارش شد و وسیع هم بود. متاسفانه در چند روز گذشته شدت آتش سوزی و تعدد آتش سوزی بسیار زیاد بوده و این باعث شده گونه های گیاهی و جانوری، حالا گونه های جانوری که معمولا فرار می کنن ولی گونه های گیاهی زیادی از بین بره. مثلا درختانی وجود داره مثل بنه، بنک، بادام کوهی، کیکون و عمده پوشش جنگلی این ناحیه بیشتر بلوط هستش که متاسفانه میدونیم بلوط راحتی رشد نمی کنه و سالها طول می کشه تا یه بلوط حدودا نیم متر یا یه متر ارتفاع داشته باشه یا قد بکشه. اشاره کردین به اینکه امکانات محدودی دارین، کمک خواستین از نیروهای دولتی، اصلا حضور دارن؟ ببینید بستگی داره که از چه نیروهایی باشن. ما عمده نیروهایی که معمولا در آتش سوزی ها شرکت می کنن بیشتر نیروهای منابع طبیعی شهرستان ها هستن و نیروهای داوطلب مردمی. حالا ما در چندین موارد سازمان هلال احمر که اصلا وظیفش هم نیست، خارج از وظایفش نیروهای داوطلب هلال احمر هم به ما می پیوستن و کمک کردن به خاموش کردن آتش. ببینید عمده‌ترین مشکلی که وجود داره بحث آموزش هستش. یعنی بسیاری از نیروهای داوطلبی که حضور پیدا می‌کنن آموزش کافی برای مقابله با آتش سوزی رو ندارن و اینا تجهیزات خاصی هم ندارن و باعث آسیب به خودشون هم در بیشتر مواقع میشه که شده هم تا کنون. و مثلا در امکانات و تجهیزات خیلی ساده ابتدایی مثل کفش کوهنوردی، لباس مثلا کوهنوردی
و دستکش یا مثلا بیلچه برای اینکه مثلا پایین یا این تنه درختشون آتش میگیره، اینا رو اگه ما بتونیم مثلا پاک بکنیم این تنهشون، دیگه میتونیم یه درخت رو نجات بدیم. یا حتی وسایل ساده مثل آب پاش‌های قابل هم که 5 لیتر یا 6 لیتر ظرفیت آب دارن، چون باید این تنه درخت خاموش بشه تا این درخت نجات پیدا کنه. یعنی مثلا اگه ما این آب پاش رو داشته باشیم که فکر کنم قیمتش هم هلوش 2 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان باشه، با هر کدوم از اینا میتونیم حداقل 5 تا درخت رو نجات بدیم. یعنی اگر یک حساب کتاب سرانگشتی بکنیم، حدود 60% درختان رو ما میتونیم اینجوری نجات بدیم. ولی الان نه، همینجوری ما فقط کنترل میکنیم دیگه، بقیه از بین میره و میسوزه و زغال میشه. متشکرم. یک داوطلب مردمی برای مقابله با آتش سوزی در کوههای زاگرس. نامش را طلای کثیف گذاشتند، گنجی رها شده در خیابان‌های تهران که مافیای زباله از آن بیشترین سود را می‌برد و گفته می‌شود که سالانه نزدیک به 2000 میلیارد تومان از آن درآمد دارد. شهرداری تهران اخیراً با راه اندازی آزمایشی سیستم هوشمند کاهش پسماند و تفکیک زباله از مبدأ قصد دارد چرخه زباله‌گردی و مافیای آن را از بین ببرد. اما رئیس شورای شهر تهران در این باره هشدار داده و گفته مافیای زباله به دنبال شکست این طرح و طرح‌های مشابه است. کاوه مشکات نگاهی انداخته به مافیای زباله در پایتخت ایران. پایتختی که روزانه بین 7 تا 9000 تن زباله تولید می‌کند. بین 2000 تا 3000 میلیارد تومان گردش مالی زباله در تهران. شاید به همین دلیل است که نام طلای کثیف روی آن گذاشتند. شهرداری تهران سال هاست که سعی می کند به شیوه جمع‌آوری و تفکیک پسماندهای پایتخت سر و سامانی دهد و جلوی مافیای زباله را بگیرد. آخرین نمونه آن طرح آزمایشی جمع‌آوری هوشمند زباله در 3 منطقه تهران است. روشی که حتی رئیس شورای شهر تهران از سنگ اندازی مافیای زباله و شکست آن هراس دارد. امیدوارم به بهانه اصلاح روندهای قبلی و از بین بردن مافیای زباله‌گردی، خودمان مافیای جدیدی را در قالب این اپلیکیشن ها ایجاد نکنیم. البته مافیاهای زباله خودشان می آیند و باعث زمین خوردن طرح‌های این چنینی می شوند و باید مراقب این نفوذها هم بود و نگذاشت آنها به هدف شوم خود برسند. اما چرا رئیس شورای شهر تهران از نفوذ مافیای زباله در طرحی حرف میزند که هدفش ساماندهی سیستم جمع‌آوری پسماندهای پایتخت است؟ 3 میلیون و 500 هزار تومان واسه بازیافت، رئیس بازیافت، یعنی مثلا این آقای من باید واسه این پول بدم تا این کارگر بره تو اون منطقه 1 کار کنه یا منطقه 2 کار کنه یا منطقه 5 کار کنه، زباله جمع کنه. زباله جمع کنه. این مافیا هر روز درآمد تعداد زیادی از این کودکان کار را غارت میکند و شرایط زیست تأسف‌باری برای آنها در بوب محمودآباد و سایر بوب‌های این شهر فراهم کردند. ما اینجا میدونیم که مثلا ما میرم با اون گفت میزنم، میگم من پیمانکارم از مثلا طرف شهرده برم، من میرم طرف شهرده مثلا منطقه گیریتم اجاره گرفتم، بعد شما بیان با ما اینقدر پول بدیم، ما به شهرداری اینقدر مثلا پول دادیم، شما با ما بدون بیان کار کنه، اگر نه نمیزنم. جمع‌آوری زباله در شهر تهران بر عهده پیمانکاران خصوصی است که از طریق مناقصه واگذار می شود. گفته می شود زباله های تهران چیزی بیش از 2000 میلیارد تومان برای مافیای زباله درآمد دارد. این مافیا به گفته مسئولان سازمان پسماند شهرداری تهران خارج از شهر فعالیت می کنند و با استفاده از کودکان کار و مهاجران غیرقانونی پسمانده ها را جمع می کنند. مافیاهایی هستن پشت اینها و اون مافیاها به صورت شبکه عمل میکنن، گرچه نیروی انتظامی تعداد از اینها دستگیر میکنن اما اون برنامه‌ریزان اصلیشون پشت شبکه پنهان هستن. البته برخی از این افراد که به ارباب معروف هستند به برخی از پیمانکاران مبلغی پرداخت میکنن تا آنها بتوانند در یک منطقه خاص اجازه جمع‌آوری زباله را داشته باشند. این کارت در ماه 3500 تومان میگیره. 3 میلیون و 500 هزار تومان میگیرن که این کارت رو بهتون میدن. گفته می شود که بیش از 14000 زباله گرد در شهر تهران وجود دارد که از این تعداد بیش از 4600 نفر زیر 18 سال هستند. گاهی وقتا این افراد بالاخره حالا یه باندی هستند داخل محله دیگه، باند خلافکاری هستند داخل محله. گاهی وقتا حتی برای دزدی که میرن این سم این ورون بر یا زورگیری که میرن این ورون بر، بچه ها رو به خودشون میبرن. یعنی ممکنه روز این بچه براشون کار زایات انجام بده، شب یا مثلا حالا یه مشکلی اگر پیش بیاد به عنوان نوچش باشه.
شهرداری پایتخت سعی کرده با ممنوع کردن زباله‌گردی کودکان جلوی این موضوع را بگیرد. کودکانی که برای لقمه نان در زباله‌ها می‌چرخند ولی باید پشت میزهای درس یا زمین بازی باشند. تهران سال‌هاست که با سیستم معیوب جمع‌آوری زباله و عدم تفکیک دست و پنجه نرم می‌کند. زباله و جمع‌آوری زباله و تفکیک زباله از آغاز تا پایان رو بشه ساختاری داد، اون وقت میشه با این مسئله راحت‌تر برخورد کرد. ولی تا موقعی که توی زباله‌ها شما انواع و اقسام عرض کنم شیشه و پلاستیک و نمیدونم آهن و اینها رو داشته باشید، این شغل‌ها به صرفه است و این کارها انجام میشه. به نظر میرسد مافیای زباله نقش مهمی در این چرخه معیوب بازی میکند و مجموعه مدیریتی شهر تهران کار مشکلی برای از بین بردن آن دارد. کاوه مشکات، بی بی سی. و با این گزارش به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. مثل همیشه میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید، همچنین در توییتر بی بی سی فارسی. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.